بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شاگردای نهایت عزیز و خوب و دوست داشتنی. امیدوار هستم همتون خوب و صحتمند باشین. دوستای بسیار خوبم، با ادامه درس های صنف 11 هم، فیزیک صنف 11 هم میپردازیم که شما تقریبا 11 درس قبلا خواندین و موضوعات مختلف در رابطه با تعادل میخانیکی و همچنان محصله قواها، قواهای متلاقی و سایر موارد شما خواندین و یاد گرفتین. دوستان نهایت عزیزم، امروز هم به درس 12 خود میپردازیم عزیزای دوست داشتنی، که موضوع درس ما تجزیه یک قوا است. دوستان نهایت عزیز، شما قبلا عزیزای نهایت دوست داشتنی در رابطه با قوا خواندین که چندین قوا بالای یک جسم عمل بکنه، یعنی چندین قوا بالای یک جسم دوستان نهایت عزیزم تاثیر بکنه، چگونه میتونین محصله یا حاصل جمعی ابی چندین قوا را شما با دست بیارین. این را خواندین دوستان بسیار خوبم، و ای که در نقاط مختلف جسم اثر بکنه چطور میتونین بازم محصلش را با دست بیارین. دوستان عزیز، امروز در رابطه به این بحث میکنیم که چطور یک قوای محصله را با اجزای خودش ما تقسیم و تجزیه بکنیم. در بعضی محاسبات و مسائل فیزیکی ضرورت است که ما اجزای قوه ها را بشناسیم. قسمی که در درس های گذشته ما محصله قوه ها را پیدا میکردیم، در بسیاری از مسائل فیزیکی محصله قوه ها کار میامد، اما در بسیاری از مسائل فیزیکی وقتی که محاسبه میشه دوستان نهایت عزیزم، نیاز میشه که شما اجزای قوه ها را بشناسیم. درس امروز ما در این رابطه است که چطور اجزای قوه ها را ما تشخیص بدیم و از یک قوه محصله قوه های مرکبه از ایره یا قوه هایی که اجزای عزیز ما واره به دست آورده بتانیم و در محاسبات خود از او استفاده کرده بتانیم. دوستان نهایت عزیز، خب شما قبلا در ارتباط به محصله قوه ها خوانده بودیم، یک نوعی از محصله قوه ها روش هندسی بود و در روش هندسی هم دوستان نهایت عزیزم روش متوازی الاضلاع را خواندید و همه شما بیاد دارین دوستان نهایت عزیزم که در متوازی الاضلاع کدام موضوعات ایچی میشد، تشریح میشد و کدام موضوعات شما ضرور بود که دوستان نهایت عزیزم مد نظر بگیرین تا اینکه محصله قواه را از طریق قاعده متوازی الاضلاع به دست برید. دوستان بسیار خوبم، ببینین به تخته از طریق متوازی الاضلاع هرگاه یک قوای F1 و قوای F2 تحت یک زاویه عمل میکرد، شما از F1 یک موازی رسم میکردین و از F2 هم یک موازی رسم میکردین. از کدام قسمت ها شروع از واره از انجام قوه ها ادامه میدین دوستان نهایت عزیز؟ مثلا قوه F1 از انجام F2 یک موازی رسم میکردین و قوه F1 انجامش که اونم واضح در شکل نشان داده میشود، به موازات F1 شما یک خط موازی رسم میکنید. نقطه تقاطعی از یارا شما با دست می آورید، نقطه تقاطعیشون وقتی که میدید یک متوازی الاضلاع را دوستان نهایت عزیزم شکل میداد و وقتی قطر متوازی الاضلاع را شما با دست می آوردین میگفتین که اینمی قوه قوای محصله است دوستان نهایت عزیزم، که با اف آر یا با آر بزرگ نشان داده میشد. اینجا هم اف آر قوای محصله است، اینی اف یک و اینی اف دو دوستان نهایت عزیزم قوه های جزء یا قوه های مرکبه یا قوه های است که به اصطلاح بخشی از قوه های محصله است، یعنی قوه محصله از ترکیب همین دو قوه ایجاد شده. پس با قوه های F1 و F2 قوه های مرکبه میگن دوستان نهایت عزیزم. خب با صفحه 31 کتابتون اگر دوستان نهایت عزیزم نگاه بکنین، یک تصویر میبینین، یک تصویر را میبینین که یک وزنه بالا یک رسمان آویزان شده دوستان نهایت عزیزم، که مثال از این بسیار زیاد شما در طبیعت دیدین. مثلا گروپ هایی که دوستان نهایت عزیزم با سرک ها و در مسیر لاین ها آویزان می شود بسیار مثال خوبش است. وقتی که شما گروپ می بینین، گروپ از خود یک وزن داره به طرف پایین قوه وارد می کنه، اینمو قوه وزنی که به طرف پایین وارد می کنه اینمو قوه محصله است دوستان عزیزم. خب ایرمی قوه محصله بالای دو تنابی که دو طرفی گروپ هست تقسیم می شود، ایرمی قوه هایی که در دو طرفی تناب هست دوستان نهایت عزیزم، اینمو می تواند قوه های
جزء یا قواهای مرکبه باشه با قوای وزنی که گروپ آویزان است نهایت زود. اینال ما روی محاسبه الجبری قوای محصله چندین قوا بحث میکنیم. شما اون قسمی که برای دریافت قوای محصله با استفاده از مرکبه ها مسائل یا محاسبات الجبری را فرا گرفته این و فرمول ها از او ساخته این عین شکل به خاطر از اینکه یک قوای محصله را به اجزای دوستان حتی جزم تجزیه بکنین یک سلسله مسائل یا یک سلسله راهبردها و راهکارهای الجبری است که به خیر انشاءالله ایرام تشریح و توضیح میکنیم دوستان حتی جزم. عنوان بعدی محاسبه الجبری قوه های محصله و اجزایشان بستانی حتی این مفهوم افاده میکنه که چطور شما بتوانید با استفاده از قواهای محصله اجزایش از دوستان حتی جزم دریافت بکنید. خب هرگاه شما یک نقطه را من حیث مبدا انتخاب بکنید دوستان حتی عزیز و از این مبدا یک قواه محصله را دوستان حتی عزیز شما ترسیم بکنید، فرض کنید اینمی قواهی را که شما رسم میکنید این قواه قواهی محصله باشه. خب این حتما وقتی که شما این را ترسیم میکنین معلوم دارست که یک زاویه تحت یک زاویه رسم شده. نظر به کدام محور دوستان نهایت عزیزم؟ نظر به محور X، چون یک جسم دو بودی است دوستان نهایت عزیزم، یک محور محور X داره، یک محور هم دوستان نهایت عزیزم محور Y داره. هرگاه نام این قوه دوستان نهایت عزیزم F R باشه، اگر ما با استفاده از روش متوازی الاضلاع بخواهیم که اجزای از یارا تشخیص بدهیم، شما میتونید یک موازی از انجام قوه F R با پایین ترسیم بکنید که اینجا با شما دوستان نهایت عزیز یک قوای خاص میده که به عنوان قوای افقی این می قوا می باشه دوستان حتی زم. هرگاه زاویه این قوا زاویه تیتا باشه دوستان حتی زم. و همچنان اگر از اف آر یک موازی دیگه به قوای افقی ما ترسیم بکنیم دوستان حتی زم، اینجا هم یک ویکتوری دیگه به ما شکل میده یا بخش عمودی یا جزئی عمودی این قوا بوده میتونه دوستان حتی عزیز. خب اگر شما به قسمت پایین اف آر نگاه بکنین شما واضح یک مثلث قائم الزاویه را دوستان حتی عزیز مشاهده میکنید. یک جزئی قوا در مسیر افقی است که این مسیر مسیر X است یا محور X است و یک قوه دیگر در مسیر عمودی است که این مسیر مسیر Y است دوستان حیات عزیزم. خب یعنی قوه ای که در مسیر افقی است نامش F of X میمانیم دوستان بسیار خوبم و قوه ای که در مسیر عمودی است دوستان حیات عزیزم روی از F of Y میمانیم دوستان نهایت خوبم. خب به خاطر از اینکه ما پیدا بکنیم که اف ایکس عبارت از چی است و اف وای عبارت از چی است از روابط مثلثاتی بسیار خوب استفاده کرده میتونیم، چون یک مثلث قائم الزاویه را ما شما مشاهده کرده میتونیم. این مثلث قائم الزاویه هرگاه ساینش گرفته شوه ضلع مقابل بر وتر میشوه، هرگاه کوساینش گرفته شوه ضلع مجاور بر وتر میشه دوستان حتی. و این ضلع مقابلی که روبروی تیتا است
در واقع معادل یا مساوی به اف وای است، چون ما اینمی اف وای کپی کردیم اینجا آورده. در روش متوازی الاضلاع می این مبحث شما مطالعه کرده بودید دوستان حیات عزیز. و هرگاه اف ایکس ما بخوایم پیدا بکنیم، اف ایکس ادامه محوری که در جهت ایکس است، همچنان اینی قسمت بالایی را که شما موازی به اف ایکس کشتید یا عین قیمت اف ایکس را دارد دوستان حیات عزیز. یعنی این قیمت با این قیمت معادل است، این قیمت با این قیمت معادل است، چون کپی هایشان است دوستان حیات عزیز. خب موضوع اصلی است که ما میخواهیم که از قوه اف آر که دو مرکبه داشت، یکی اف ایکس یکی اف وای، که مرکبه اف ایکس شه مرکبه افقی میگیم، مرکبه اف وای شه مرکبه عمودی میگیم دوستان نهایت عزیزم. به خاطر از اینکه ما بفهمیم که اف ایکس چطور از اف آر پیدا میشوه، ما نوشته میکنیم که کوساین زاویه تیتا مساوی است دوستان نهایت عزیزم ضلع مجاور بر وتر. ضلع مجاور کی است دوستان نهایت عزیزم؟ با زاویه تیتا اف ایکس است. و وتر کی است؟ وتر مثلث قائم الزاویه اف آر است دوستان نهایت عزیزم. پس به خاطر پیدا کردن قیمت اف ایکس ما چیکار کرده میتونیم؟ ما میتونیم که طرفین وسطین بگیریم دوستان نهایت خوب، که مخرج کوساین تیتا یک است، یک ضرب در اف آف ایکس، خود اف آف ایکس مساوی می شود با اف آر ضرب در کوساین زاویه تیتا دوستان نهایت عزیز. و هرگاه اگر شما خواسته باشین که اف وای یا مرکبه عمودی قوه اف آر به دست بیارین دوستان نهایت خوبم، شما از ساین تیتا استفاده میکنین. ساین تیتا مساوی است با ضلع مقابل بر وتر. ضلع مقابل در واقع همین اف وای است، f of y بر f of r دوستان نهایت عزیز. پس به خاطر پیدا کردن قیمت f y شما چی کار کرده میتونین؟ طرفین وسطین میکنین نظر به قانونی را که در ریاضیات در بخش تناسب خواندین، یک ضرب در f of y خود f of y دوستان نهایت عزیز، f of r ضرب در ساین تیتا نتیجهش میشه دوستان نهایت عزیز. خب این بود مرکبه افقی، افقی کدام قوه دوستان نهایت عزیزم؟ قوه اف آر یا قوه محصله برش میگیم دوستان نهایت عزیزم. و این هم دوستان نهایت عزیز مرکبه عمودی است، مرکبه عمودی قوه اف آر است دوستان نهایت عزیزم. بله، پس اگر ما جسمی را داشته باشیم که ضرورت باشه که به چندین قوه محصله دو عمل کرده باشه، دو صورت هم ما میتونیم که قوه های یا اجزای قوه ها را به شکل مختلف یا به تعداد قوه های محصله ما قوه های افقی و عمودی یا مرکبه های افقی و عمودی تجزیه بکنیم، که میتونیم نوشته بکنیم که f of x یک مساوی میشه با f of r، r یک ضرب در کوساین تیتا. و هرگاه f of x2 داشته باشین دوستان نهایت عزیزم، نوشته کده میتونین f of r2 ضرب در کوساین تیتا و هر قدری که دوستان نهایت عزیزم داشته باشین، که در نهایت میتونین روش بگیم که مجموعه از و f of x میشوه. و و همچنان اگر در موضوع f of y ما اگر بحث بکنیم، نوشته میکنیم f of y1 مساوی میشوه f r1 ضرب در ساین تیتا دوستان نهایت عزیز. f of y2 مساوی میشه با f of r2 ضرب در ساین تیتا. به این شکل اگر ده ها قوه هم بالای یک جسم عمل کرده باشه دوستان نهایت عزیزم، شما میتونین هر کدامش مرکبه هاش به دست بیارین. خیلی در نهایت ما گفتم میتونیم دوستان بسیار خوبی خوبی برنامه که وقتی ما از تمامی اف ایکس ها اگر یک مجموعه داشته باشیم دوستان نهایت خوبم، نوشته کده میتونیم که اف آف آر ایکس یعنی مجموعه یا محصله تمام قوه های افقی، که این میتونیم به علامه سمیشن یا علامه مجموعه نوشته کنیم، مجموعه اف های
که روی محور افقی است یا مجموعه fx. و از fy هم اگر ما هر قدر مرکبه های زیادتر داشته باشیم دوست عزیز، میتونید شما از نتیجه جا نوشته بکنید که f r y یعنی محصله تمام قوه های عمودی مساوی است با دوستای نهایت عزیزم مجموعه دوستای نهایت عزیز مجموعه f of y. خب یا به اصطلاح محصله های قوه های افقی و عمودی است به خاطر دریافت زاویه که در مجموع قوه های محصله یا قوه های محصله به کدام زاویه عمل میکنند دوستان نهایت عزیزم، شما میتونید که اف وای تقسیم اف ایکس بکنید که مساوی با تانجانت زاویه میشود و همچنان دوستان نهایت عزیزم به خاطر دریافت محصله از دوباره میتونید از روابط الجبری استفاده بکنید. در درس بعدی دوستان نهایت عزیزم انشاءالله توضیحات بیشتر در این ارتباط میدیم، چون وقت برنامه رو به اتمام از دوستان نهایت عزیزم و شما وظیفه خانگی یا کار خانگی شما دوستان نهایت عزیزم همی است که امی درسی را که شما خواندین و تقریبا در نیمه درس ما شما رسیدین درس بعدیش شما یک بار مطالعه بکنین و در پایین مثال از ارتباط کار شده شما یک بار در خانه کار بکنین که تایی که به درس بعدی شما آماده و راحت تر بتونین درس بعدی را بگیرید و اگر در کدام جایش مشکل بود سبا انشاءالله مثال هایش توضیح و تشریح میشه دوستان نهایت عزیزم. این بود درس امروز برنامه یا درس 12 فیزیک صنف 11 شما را به الله پاک و لایزال میسپارم. الله نگهدارتان دوستان نهایت عزیزم.